چندین سازمان حقوق بشری از دبیرکل سازمان ملل خواستند سیاست‌های چین علیه مسلمانان اویغور را به صورت واضح محکوم کند. سازمان‌های دیدبان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و اتحادیه بین‌المللی حقوق بشر با ارسال نامه‌ای مشترک به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار محکومیت علنی و واضح بازداشت دست جمعی بیش از 1 میلیون مسلمان اویغور از سوی مقامات چینی شدند. این سه سازمان حقوق بشری در نامه خود از دبیرکل سازمان ملل خواستند از قدرت خود برای جلوگیری از اقدامات خشونت‌آمیز مقامات چینی و بستن بازداشتگاه‌های سینکیانگ استفاده کند. این سازمان‌ها از مقامات چینی نیز خواستند تا به میشل باشلیت، نماینده کمیساریه عالی حقوق بشر سازمان ملل و کارشناسان سازمان ملل برای ورود به منطقه سینکیانگ مانع ایجاد نکنند و اجازه دهند که آنان از اردوگاه اویغور در این منطقه بازدید کنند. از سال 2009 میلادی این منطقه شاهد اقدامات خشونت‌آمیز و خونبار بوده و بر اساس آمارهای رسمی حدوداً 200 نفر از اهالی آن به قتل رسیدند. پکن از آن زمان به ویژه پس از بالا گرفتن تنش میان دو قومیت چینی و اویغور، نیروهای ارتش خود را در منطقه سینکیانگ و در شهرهای ارومچی، کاشغر، خوتن و تورفان مستقر کرده است.